بینندگان عزیز، با سلام به شما. عذر میخوام که چند دقیقه برنامه دیر شروع شد. داستانش رو کوروش عزیز اگه خواست براتون میگه. من بارها گفتم که دیگه ما آخرین چیزی که احتیاج داشتیم تو زندگی ببینیم بعد از سقوط شاه، بعد از ظهور خمینی، این کامپیوتر رو به اصطلاح تکنیک جدید بود. همونجوری که در برنامه خودم هم بهتون قبلا گفتم، امروز با دوستی هستم که سالها همدیگر رو میشناسیم ولی متاسفانه تا حالا دیداری از نزدیک نداشتیم. ایشون در آتلانتا است، بنده در واشنگتن و ویرجینیا هستم. همزمان هستیم ولی هم محل نیستیم. آقای کوروش دیروز به من گفت که اسم من رو فقط بنویس کوروش، و این یک کاریه دوستان که تو آمریکا وقتی مردم با هم خودمونی میشن اینجوریه. شما به بابات که اسمشو چی میگی؟ اسمشو فامیلیشو که نمیگی. در هر صورت کوروش جان خیلی خوش آمدید. یه بار دیگه از دوستان بیننده من عذرخواهی میکنم که برنامه چند دقیقه دیر شروع شد. به ما بگو کوروش کیه؟ امروز در آتلانتا چی کار میکنه؟ من در حین برنامه شما این وبسایتتون رو نشون میدم. الان آدرس ایمیل و خیلی ساده، اتفاقا تو برنامه خودم گفتم، گفتم کاراش ردیفه، رفته وبسایت درست کرده کوروش 1 2 3 برای آمریکاییام قشنگ نوشته کریئتور کاریکاتور، واسه میشه به اون هر کی کارا رو برات انجام میده. از طرف من ازش تشکر کن، کارش درسته. ایمیلش هم دوستان همینجوری که میبینید کوروش 454@gmail.com. کوروش جان من ساکت میشم، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، و اون عکسی هم که فرستادی نشون میدم هر وقت که خواستی یا هر یک دقیقه ای، اون هم میاد چند ثانیه میمونه. بفرمایید. خیلی خوش آمدید و خوشحالم که بالاخره بعد از سالها با هم هستیم. خواهش میکنم. با سلام و درود خدمت بینندگان گرامی. چون من منتظر بودم خودم رو معرفی کنم، این جناب صحابی کار ما رو تو اشکال انداخت، ولی اشکالی نداره. به هر حال ممنونم از لطفتون، احتیاجی نیست تبلیغ کار من اینجا مطرح بشه، من یه هدفای دیگه دارم. ولی به هر حال میخواستم بگم این صحنه‌ای که پشت سر من میبینین، شاید حق دارین که تعجب کنین، این همبرگر کوکینایی که من گذاشتم، و باور کنم خودم هم که دیدم تعجب کردم که چرا من این کار کردم. ولی از اونجا که باید صاف و صادق بود و راست حسینی، میخواستم بگم که خیلی هستن وقتی که یه برنامه تلویزیونی دارن پشت سرشون کتابخونه و کتاب میذارن، من اگه پشت سرم کتاب بذارم اون کسایی که منو میشناسن از خنده روده بار میشن. البته چند کتاب دارم که میخواستم بذارم اینجا، ولی دوستان گفتن این کار را نکن. چرا؟ چرا خیلی؟ چرا؟ کوروش جان چرا اگه عکس کتاب بذاری؟ چرا اگه عکس کتاب بذاری دوستات به اصطلاح خندهشون میگیره؟ خب دیگه من زیاد اهل، من تیپم به آدم های اهل کتاب های چیز میخوره. ولی حالا بگذاریم، اجازه بدین بفهم. ولی چیزی که میخواستم بگم، این لیست رو من نوشتم اینجا در صدات قطع و وصل میشه کوروش جان. اگه چیزی اونجا روشن داری که از اینترنت استفاده میکنه اونا رو لطف کن خاموش کن، حتی تلفن دستی. اجازه بدید من برای دوستان توضیح بدم. دیروز با کوروش کامپیوتر مک رو ما ست کردیم. امروز نوشت که آقا مک نمیخوام، مک مشکله، با اچ پی میام، سیستم ویندو. بعد گویا اینم یه اشکال داره یا ممکنه که هر دوش روشن باشه. اون روز دوستی که از آلمان تماس گرفته بود، خانم همیرا، یکی میگو وقتی که اسکایپت از دو تا نقطه روشن باشه این اسکایپ یه مقداری گیج میشه و نمیدونه چه باید کرد. صدای منو میشنوی کوروش جان؟ نه، تصویر ایشون فریز شده. اجازه بدیم باز دوباره بهشون تماس بگیریم و ببینیم چه باید کرد. اینجا این بله. روزگار غریبی است دوستان، اوضاع این تکنولوژی جدید و
ماها که با این تکنولوژی بزرگ نشدیم، حالا اومدیم اینجا یه دفعه عادت کردیم خوب با ویندوز، بعد گفتن نه مک بهتره، رفتیم سراغ مک، بعد یه سیستم دیگه آمد، این تلفن های آیفون و سامسونگ و اندروید و اینا هر کدومشون برای خودشون یک سازی میزنن. نمیدونم چه اشکالی پیش آمده، میگه که کوروش جواب نمیدهد و نمیدونم حالا اگه یه دو بار دیگه چیز میکنیم، تلاش میکنیم، اگر نشد میذاریم یه وقت دیگه. من امروز صبح اتفاقا به خودم گفتم که ای کاش با ایشون تماس بگیرم، حالا که گفته با کامپیوتر HP اون رو هم امتحان کنم، ولی چون خودش گفت من امتحان کردم با فامیلشون یا با دوستاشون دیگه من تماس نگرفتم، ولی میگم توی این کار تلویزیون این مشکل هست. بله احتمالاً اینترنت ایشونه، چون اینجا الان نشون میده که اینترنت ایشون از زرد رفت به قرمز. من یادم میره باید به این دوستان بگم قبل از برنامه مودم و راوتر و کامپیوترشون رو یه خاموش روشن کنن، به قول معروف میشه یک لیف و صابون برای دستگاه. بذارید حالا تا ایشون وصل بشه و احیاناً ما این چیز رو نشون بدیم. بله صفحه کامرای دو، بله این وبسایت دیگه آدم یادش میره، وبسایت فیسبوک اسکایپ، این صفحه وبسایت ایشونه که خیلی ساده کوروش 123.com میتونید به اصطلاح وصل بشید و باهاشون تماس داشته باشید. من یه بار دیگه تماس میگیرم ببینم این ارتباط ما برقرار میشه یا نه. کامرای 3 نه، نشون میده که هنوز قرمزه و هیچ اتفاقی نمیفته. Select area از اینجا تا اینجا. دوستان میبینید که من دارم از اینجا تماس میگیرم ولی مینویسه can't start video, try closing other programs that might be using your webcam. آها ببینید این همون برنامه که بهتون گفتم، باید به پیام هایی که دستگاه ها به اون میدن توجه کنید. الان توی این به اصطلاح داره میگه که دوربین رو یه دستگاه دیگه، اتفاقا دیروز این اتفاق برای ایشون افتاد و دوربین رو یکی دیگه برداشته بود. بذارید ببینیم که کوروش جان من روی ایر هستم، میخوای با تلفن برنامه بذاری من اون صفحه رو نشون بدم یا میخوای قطع کنیم یه وقت دیگه برنامه بذاری؟ یک وقت دیگه با پوزش از بینندگان گرامی. اوکی. با خیال راحت این کارو بکنید. ببین الان اینجا به من نشون داد که اینترنت شما اونجا یه اشکالی پیدا کرده، بعد فیس چیز اسکایپ هم میگه احتمالاً دوربین تو یه دستگاه دیگه داره استفاده میکنه. حالا مهم نیست، من از دوستان عذرخواهی میکنم. دوستان عزیز بهتون گفتم برنامه کوروش برنامه جالبی خواهد بود. خب خود اینم جالب بود دیگه برای امروز، بعد از این همه تهیه دیدن و چند هفته در انتظار امروز اینجور شد. ولی وبسایتش حتما ببینید، میبینید نقاشی ها کاریکاتورهای قشنگی. من میخواستم ازش بپرسم تفاوت نقاشی با کاریکاتور با کارتون اینا چیه، ضمن این که خودش مطالب زیادی رو گذاشته بود براتونم اینجا نشون دادم که درست کرده روی یک صفحه‌ای. کوروش جان پس با بیننده ها خداحافظی کن تا برنامه آینده. خداحافظ بدرود، با پوزش بسیار تا دیدار بعدی. خب دوستان عزیز اجازه بدید که من هم همینجا با شما خداحافظی کنم، یا اینکه وقت کوروش رو کش برم با شما باشم، چه صلاح میدونید؟ دیگه وقت ما رو کش برید جناب، انقدر حتما سوء استفاده کردم که چیزا نیچه در مقابل نبراتی باشون نداشته باشون.
من فکر کردم خداحافظی کرده قطع شده، ولی هستش. نه دیگه، من خودم هم امروز 1 ساعت و نیم 2 ساعت صحبت کردم. باور نمیکنی کوروش، من به مردم گفتم چون میخوام زودتر برم که برنامه کوروش رو ردیف کنم، یه مقداری تندتر صحبت میکنم که مطالبی رو که تهیه کرده بودم بگم. ولی خب این میگم یکی از مشکلات برنامه های زنده اینه، ولی برنامه زنده یه خوبی داره که یه حال و هوای دیگه داره. سعی میکنم که تماس بگیریم، شاید گذاشتیم برای جمعه، باهاتون تماس میگیرم. من که جمعه باهاتون برنامه دارم، اگر کوروش تونست جمعه ساعت 4 با هم برنامه میذاریم، اگه نه میذاریم برای هفته آینده. کوروش جان مواظب خودت باش و به امید دیدارت. مرسی. به امید دیدار. خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. بله دوستان عزیز، این ماجرای تلفن‌های متعدد و دستگاه‌های متعدد و اینا، من همیشه میگم روزگار غریبی است نازنین. این همه وسایل ارتباطی داریم ولی نمیتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم، نمیتونیم با هم تماس داشته باشیم. بذارید یه بار دیگه من وبسایت ایشون رو بهتون نشون بدم، شاید حالا فرصتی باشه شما تا برنامه آینده از وبسایت ایشون دیدن کنید. کوروش KOUROSH کوروش 1 2 3 کوروش 1 2 3 .com. بعد در برنامه های آینده هم دیگه احیانا ایمیل و ایناشون میرسن. این کارهایی که اینجا انجام دادن کارهای کاریکاتوری هست که ایشون یا به عنوان شغل یا به عنوان تفریح و سرگرمی انجام داده. من منتظر بودم برنامه داغی باشه و با هم صحبت کنیم. حتی یادم آقای مصطفی زاده گفته بود که منتظر دوست کلیمی هستم تا به اصطلاح من هم سوالاتی بپرسم. البته من فکر میکنم که آقای کوروش کلیمی ارتودکس نیست و خیلی خودش رو با زمان تطبیق داده. همه اینها بمونه برای برنامه بعدی که با کوروش از آتلانتا خواهیم بود. روز روزگار بر شما خوش. برنامه 2 تا ویدیو آقای چمنارا رو براتون پخش میکنم، بعدش یه فیلمی که یکی از دوستان گفته میخوان یکم بخندیم، حالا که به اصطلاح همه خبرها بده. لورر هاردی، یادتون اون آقای چاغالو و کوچولو، و اونو میبینیم و بعدم برنامه معمولی آقای ارشاد، سوربی، کانون آوا. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. روز روزگار بر شما خوش.